وزارت صحت در غزه میگوید که در حملات هوایی چهارشنبه اسرائیل 16 فلسطینی جان باخته است. به گفته منابع فلسطینی، مصر، قطر و سازمان ملل متحد در تلاش به برقراری آتش بس هستند، اما تا اکنون پیشرفتی صورت نگرفته است. تور وینسلند، فرستاده صلح شرق میانه در سازمان ملل متحد گفت که سازمان ملل با همه طرفها در تلاش است تا آرامش را برقرار کند. اسرائیل گفته است که طیاره‌های جنگی آن چندین رهبر حماس را هدف قرار داده و کشته است. افزون بر آن، اسرائیل مراکز پرتاب راکت، دفاتر و خانه‌های رهبران حماس را نیز هدف قرار داده است. بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که نیروهای اسرائیلی به صدها هدف حمله کرده و شبه نظامیان ارشد را در غزه کشتند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، امروز گفت که عملیات نظامی اسرائیل ضربه سختی به تندروان در غزه وارد کرده، اما هشدار داد که این جنگ برای مدتی ادامه خواهد یافت. اکنون ما مشورت و ارزیابی اوضاع را با سران نهادهای دفاعی تکمیل کرده ایم و تصمیم گرفته ایم. حماس و جهاد اسلامی سزای کار خود را دریافت کردند و به شما می گویم که آنها بهای خیلی سنگین را به خاطر تهاجمشان پرداخت خواهند کرد. حماس نیز گفته است که در واکنش به حملات هوایی اسرائیل کماکان 210 راکت را شب گذشته به طرف شهرهای تل ابیب و بیروسب اسرائیل شلیک کردند. اردوی اسرائیل گفته است که یک سوم این راکت ها به هدف نرسیده و در غزه اصابت کرده است. واشنگتن روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل حق قانونی دارد که از خود در برابر حملات راکتی دفاع کند، اما به خاطر رفتار با فلسطینیان گفت که بیت المقدس باید محل همزیستی باشد. حمایت رئیس جمهور از امنیت اسرائیل برای حق قانونی آن در دفاع از خودش و مردمش اساسی است و هرگز تغییر نخواهد کرد. ما حملات راکتی جاری توسط حماس و سایر گروه‌های دهشت‌افکنی و شمول حمله بر بیت المقدس را محکوم می‌کنیم، اما همچنین مخالف افراطیتی هستیم که خشونت را در دو طرف باعث شده است. بیت المقدس شهر با این اهمیت باید برای تمامی مردم دنیا محل همزیستی باشد. از سوی دیگر، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با وزیر خارجه اسرائیل دیروز صحبت کرد و ضمن تقبیح حملات راکتی حماس بر پیام مهم کاهش تنش‌ها تاکید ورزید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در صحبت با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه خود، گفته است که جامعه جهانی باید اسرائیل را به خاطر کردارش با فلسطینیان درس قوی و بازدارنده بدهد. رئیس جمهور اردوغان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست است که با پیام مصمم و روشن به اسرائیل فوراً دست به کار شود. مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفت این کشور از حقوق فلسطینی ها در چوکات حقوق بین المللی دفاع می کند. ما همیشه این موضوع حملات را تقبیح کرده ایم، اما جامعه مسلمان از ما توقع دارد که دست به برخی اقدامات بزنیم. این نوع حملات باید متوقف شوند. ما باید از حقوق فلسطینی ها، البته مطابق قانون بین المللی، حراست کنیم. درگیری های اخیر که شدیدترین درگیری پس از سال 2014 بین حماس و اسرائیل می باشد، نگرانی های بین المللی را برانگیخته است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.